سلام دوستان، با آموزش VBA در خدمتون هستیم. تو جلسه قبل در خصوص چرخه وایل با هم صحبت کردیم و در جلسه قبلترش در مورد چرخه فور. یه چرخه مهم دیگهی که باید باش آشنا بشین چرخه فور ایچ هستش که اونم خیلی کاربردیه و بخاطر این ساختارش رو من به شما اینجا میگم. اگه خاطرتون باشه ما یه اکسل جدیدی درست کرده بودیم و تو اون اکسل گفتیم میخوایم این ستون رو همش رو نگاه کنه و اونایی که عدد هست تعدادش رو بگه، جمعش رو ببنده، اوریجش حساب کنه، انحراف معیارش هم حساب کنه. خب اینو با چرخه فور و وایل انجام دادیم. تو این جلسه میخوایم انحراف معیار رو از طریق فور ایچ به دست بیاریم. البته اینا رو هم دوباره از طریق فور ایچ به دست میاریم چون راحت هستش، مشکل نداره. پس هم کانت و سامیشن و اوریج و با انحراف معیار رو از طریق فور ایچ به دست میاریم. خب این کدایی هست که دو جلسه قبل نوشته بودیم. من اینا رو به کامنت تبدیل میکنم به خاطر اینکه نمیخوام دوباره ران بشه. از اینجا به بعد میخوام به فور ایچ انجام بدیم. خب فور ایچ یعنی چی؟ خب من اینجا بساتون اول توضیح بدم. فور ایچ در واقع معنیش اینه که به ازای هر یک، یعنی به ازای هر مثلا چیزی، آی هر یه دونه، آی هر یک دونه، آی در مجموعه ای، یک مجموعه ای از آی ها، چقدر بد نوشتم، در مجموعه ای از آی ها این اقدامات رو انجام بده. خب و به ازای هر یه دونه آی دیگه، یعنی یه بار به ازای آی اول این کار انجام بده، دوباره به ازای آی دوم، آی سوم، تا اینکه این مجموعه من تموم بشه. فرض کنین آی مجموعه آی کلن، آی بزرگ بنویسیم، یک دو سه چهار و باشه. خب حتی میتونه string باشه، a b c d باشه. خب من میام میگم به ازای for each، به ازای هر i، خب قبلش باید بگم i string integer یه سلول چیه. خب پس باید بگم i چی هستش. پس به ازای هر i در مجموعه i، این مجموعه رو اینجا تعریف باید بکنم قبلش. خب یا بگو مثلا A، حالا یا میگم اینجا صفر، A مساوی A به اضافه یک، بعد برو به آی بعدی. خب این میاد چی کار میکنه؟ میاد میگه به ازای هر آی، آی یه دونه مثلا اینتیجره توی این مجموعه دیگه، پس به ازای آی اول یک. خب میاد اینجا به ازای آی اول که آی یک هستش، آی به اضافه صفر، آ میشه دو. بعد میاد به ازای آی دو، آی سه، آی چهار میره. خب من میتونم یه کار دیگه بکنم، مثلا با استرینگ ها بخوایم بازی بکنیم. خب من کل اینو پاک کنم، مثلا کلا دلیت کنم. خب فرض کنیم مثلا من مجموعه آیم رو تعریف کردم A B C D. خب و آی هم گفتم یه دونه استرینگ، درسته، از استرینگ. بعد اومدم چیکار کردم؟ گفتم به ازای هر آی در این مجموعه آی، خب خود آر اصلا کاری ندارم، یه آر رو توهی میذارم اینجا، میخوام یه دونه مت در بیارم، آ مساویه با آ and i، این i درسته. بعد برو به next i. این میاد چی کار میکنه؟ میاد اول میگه a توی توییه، اوکی. میاد اولین i به ازای هر i رو در نظر میگیره دیگه. اولین i چیه؟ اولین i aه، درسته، توی این مجموعه دیگه. اولین i a، میاد اینجا توهی رو ترکیب میکنه با a و میگه A مساویه با خود A چون توهی بوده دیگه. بعد میره بعدی، میگه next i، هنوز i من تموم نشده، گیرم دارم دیگه.
تو مرحله بعدی میاد میگه آی بی هستش. اینجا ای همون ای بوده دیگه، درسته؟ در نتیجه ای مساوی با ای و بی، و در نتیجه ای میشه ای بی بدون هیچ چیزی. خب یه استرینگ بوده. باز دوباره میاد توی مرحله بعد، فرض کنیم این رنگ میکنم، میره مرحله بعد، ای رو میذاره سی و میاد اینجا میگه ای مساویه با ای بی اند سی، در نتیجه ای مساویه با ای بی سی، و اینو تکرار میکنه تا اینکه مجموعه من تموم بشه، سی و آخریش دی رو انجام ده و خارج میشه. این در واقع فور ایچ هستش. حالا بیایم اینجا واسه خودمون استفاده کنیم فور ایچ رو. اومدیم گفتیم چی؟ من میخوام به ازای هر سلول فور ایچ تو اینجا، یعنی یه ارور من میخوام بیام چی بگم؟ بگم به ازای هر سلولی که تو این رنج وجود داره، کل ستون آب، یا این کار رو انجام بده، کارهای مختلف انجام. پس من اول باید یه متغیر تعریف کنم. خب اینجا قبلا تعریف کردم، پاک میکنم، میگم دیم یه متغیر به نام سی از رنج به صورت یک سلوله. خب اگه رنج خالی بذارم مثلا اونجا خودش میفهم که یک سلوله، پس سی رو به عنوان یک رنج تعریف میکنم، میگم آقا به ازای یک سلوله. خب به ازای هر سی در مجموعه شیتز یک دات رنج، این یعنی یک مجموعه من دارم تعریف میکنم اینجا دیگه، درسته؟ تو این مجموعه for each c in this مثلا این رنج یه اقدامات رو انجام بده. خب چه اقداماتی میخواستیم دیگه؟ same as before، مثل قبله، میخوام این ایفه رو داشته باشم دیگه، درسته؟ میام اینجا اولین رو هم از کامنت در میارم. خب به ازای هر سلول بیا بگو. ببینه الان وقتی که من اینو سی تعریف کردم دیگه خودش یه سلوله، درسته؟ من به جای این میتونم بذارم سی ولیو، چون یه سلول تعریف کردم. خب و سی ولیو هم بزرگتر از صفر باشه. خب آنگاه بیا اینجا قبل از فور ایچ هم باید چون رو کامنت کردم صفر در نظر بگیرم، با توجه توضیحات قبلی که داده بودم، همینطور سامیشن هم صفر. خب بیا اول یه دونه به کانت هم اضافه کن، تعدادش رو داشته باشم، اینم دیگه لازم دارم. به اضافه سی دات ولیو کن، یعنی وقتی که دات میذارم خودش اینو متشخیص میده که یک سلوله، چون اونجا سلز تعریف کرده و گفتم به ازای هر سلول توی اینش، پس از سلول اول شروع میکنه، سامنشن هم حساب میکنه، و بعد بیا بذار داخل بعد از اینکه فورم تموم شد، بعد از فور اون نکسش رو تعریف نکرده بودیم، یادم رفت نکس سی رو باید بگم. خب و در آخر بیا بذار توی اینا، اینا باید بگیریم از کامنت هم در بیاریم، اینا حسش هم بذار. خب پس الان دوباره به راحتی من تونستم سامیشن و کانت رو حساب کنم، ببینم درست نوشتیم یا نه. اینو که پلی میکنم، خب الان داره دونه دونه سلول ها رو میگرده و میره. پس اینجا من از سی خیلی راحت تر دارم استفاده، از فور خیلی راحت تر شد نوشترم دیگه، و اینکه سی رو یه آبجکت داره در نظر میگیره، یه سلول داره در نظر میگیره، و سلول اول شروع میکنه توی اون رنجم، اینجا سلول اول، سلول دوم، همینطور میره پایین. هر کدوم که چیز بود اون کاندیشن را نگاه میکنه، میگه آقا اگه ولیوش نامریک بود و بزرگتر از صفر بود بیا این کارا رو انجام بده. اوکی خب تموم شدش و اعداد رو اینجا قرار داد، 6 و 20، چون همه رو رفته شمرد. خب اینا رو من پاک میکنم چون دوباره میخوایم ران کنیم. خب بعد از اینکه این کارو کرد، حالا اوریجش رو حساب کن، یا اینجا بگو اوکی شیتسه یک
دات سلز 3.4 مساوی با کلن سامیشن تقسیم بر کانت سلز. از این طریق هم اوریجش رو حساب میکنیم. حالا میخوام انحراف معیار رو دست بیارم. همونطور که میدونین انحراف معیار چطوری به دست میادش؟ یه فرمول داره. من نمیخوام از خود اکسل استفاده کنم دیگه، میخوام خود فرمولش رو بنویسم. خب انحراف معیار مساویه با زیگما آی مساوی 1 تا n. خب ایکس آی منهای ایکس بار درسته تقسیم بر n، اینم به توان 2 یه رادیکال هم پولش. این میشه واریانس و این میشه انحراف معیار. اگه منهای 1 کنم میشه انحراف معیار نمونه. خب خب این یعنی چی؟ خب میدونین دیگه ایکس آی که هر نمونمه، اینو مشکیش کنم. خب ایکس آی یعنی هر مثلا تو اونجایی که داریم هر سلولم رو منهای ایکس بارم میانگینمه، میانگین کن به توان 2 برسون. خب و با قبلیش جبر کن. خب در نهایت کلشو منهای n منهای 1 کن، یعنی کل سلولا رو برو با هم دیگه این کار رو انجام بده و چیکار کن؟ n منهای 1 کن. خب اینجاست که من قبل از اینکه وارد مثلا چیز بشم، یعنی به یک فور دیگه، یه حلقه دیگه نیاز دارم، درسته؟ چون تازه من اینجا اومدم اوریجم رو حساب کردم دیگه. خب به خاطر همین من الان اینجا اگه یادتون باشه تا اینجا اینو از کامنت در میارم، تو اینجا ما سامیشن و میانگین و کانسلزم رو حساب کردیم. از فوریچ استفاده میکنم اینجا، اینم پاک میکنم، ایفم لازم دارم. خب این دوتا رو پاک میکنم الان. خب اگر اون شرط برقرار بود، دوباره دارم یه تکرار دیگه ای انجام میدم، اگر شرط برقرار بود بیا چیکار کن؟ یه چیزی به نام STD تعریف کنم مساویه با STD قبلی به اضافه فرمولم چی بودش؟ هر سلولی که توش هستی و خب منهای اون میانگینه کن دیگه، درسته؟ خب میام چیکار میکنم؟ اون سلول که هستم سل دات ولیو درسته منهای اون اوریج، اوریج کدومه؟ اینه دیگه. خب من قبل اینکه به خاطر که ناقص نوشتم، خب ببخشید اینجا من این مقدار رو میذارم توی یه متغیره به نام اوریج که دیگه از سلول نخونه. اینجا من اوریج رو حساب کردم، پس میام اینجا منهای اوریج میکنم. این کپی کنم یه موقع غلط املایی داریم. خب بالا این کپی میکنم میذارم اینجا به توان 2 هم برسونش. توان 2 از این طریق توان 2 هم دارم استفاده میکنم. خب فقط باید بگم این استیدی قبلیه چی بوده دیگه. پس اینجا یه صفر دیگه در نظر میگیرم که به صورت پیش‌فرض میگم این صفر بوده تا بتونه شروع کنه و یعنی ارور میگیره از من. پس اینجا من اومدم این توان دو رو این زیگما رو به دست آوردم، هنوز نه رادیکال گذاشتم نه تقسیم بر n منهای 1 کردم. n منهای 1 هم که تقریبا همون کانسلزم، اینا رو پاک کنم چون اونجا هست دوباره صفرش میکنم. بعد از اینکه فور ایچ هم تموم شد میام چیکار میکنم؟ میگم STDD من مساویه با اونی که دارم تقسیم بر n منهای 1، یعنی کانت سلزم منهای 1 کن تقسیم کن. و بعد باید یه دونه چی بگیرم؟ رادیکال بگیرم که همینجا هم میتونم بگیرم از QRT میکنم، خود وی بی این فانکشنش رو میفهمه و رادیکال میگیرم. حالا STDD من مشخص شد اینجا توی سطر 4 روم
سطر چهارم بود دیگه، درسته؟ اینجا درست، ستون چهارم. بیا این انحراف معیارم هم قرار بده برابر با STD کن. خب پس من از فور اول حساب کردم، رفتم میان تعداد مجموع و میانگینش رو به دست آوردم و از فوریش استفاده کردم، اومدم انحراف معیار رو به دست آوردم. خب حالا میخوایم پلیش کنیم. کجا رفت؟ اینو پلی میکنیم، ارور میگیریم. SQRT رو نمیشناسه، تا اونجا که من یادمه باید بشناسه SQRT، ولی خب فکر کنم SQRT واسه یه مطلب بوده یه چیزی بود. حالا SQRT in Excel VBA. خب اینو باز میکنیم ببینیم چرا پیدا نکردی اینو ارور داده. SQR T نداره، SQR T واسه مطلب بود فکر کنم، نه واسه مطلب. خب دوباره پلی میکنیم، یعنی الان شناختتش، اسم بزرگ گذاشت. خب وقتی که پلی میکنیم دیگه باید منتظر باشیم تا تموم بشه، حالا زیاد نباید طول بکشه. دو بار فور رو دارم استفاده میکنم، به راحتی میشه اینو با یک فور هم نوشتش، اما خب اینجا میخواستیم فور ایچ رو هم درس بدیم بتونیم. البته اگر میانگین رو از توابع خود اکسل استفاده کنیم و میانگین میگرفتیم به اون، اون وقت بدونه دو تا فور میتونستن انجام بدیم، ولی اینجا حتما دو تا سیگما رو لازم داریم که یه بار میانگین رو به دست بیاریم، یه بارم چیز رو به دست بیاریم، استاندارد انحراف معیار. خب اینجا اومد به دست آورد و قرار داد کانت 6، سامیشن 20، اوریج انقدر و انحراف معیار انقدر. خب خب دوستان اینم از فور ایچ بودش. ما سه نوع حلقه رو یاد گرفتیم با هم دیگه، حلقه فور، حلقه وایل و حلقه فور ایچ. تو جلسه بعد اگه خاطرتون باشه ما یه ماژولی رو داشتیم واسه پروژمون که گفتیم میاد اینجا، من هایت کنم، با این اعداد رو میگیره و اطلاعاتی که میخوایم تو چکمون باشه رو اینجا تولید میکنه. خب بعد توجه داشته باشیم واسه چی این کارو ما کردیم، بخاطر اینکه میخوایم حداقل ورودی توسط کاربر وارد این فرم بشه و حداقل خطای انسانی توی پرینت کردن چک وجود داشته باشه. خب واسه این کار ما گفتیم اوکی، تو نمیخواد بیای اینجا تو تکست باکسات هی بنویسی مثلا، یا تو اینجا هم بنویسی وقتی که این مقدار تغییر کردش، اینو ما خودمون به کلمات فارسی تبدیل میکنیم و همچنین این رو. خب و مطمئن میشیم که لغات فارسی هستش، به صورت فارسی چاپ میشه. تو جلسه بعد وارد این ماژول میشیم و میگیم که چطور این کار رو کردیم و یک شرط دیگه، یک جمله شرطی دیگه رو با هم میبینیم که به نام استیتمنت سویچ هستش یا کیس. حالا اینجا سلیک کیس هستش و همون کاربرد سویچ رو توی مطلب کسانی که با مطلب کار کردن داره. خب وارد این ماژول میشیم و یه توضیح کوتاهی در مورد این میدیم، هیچ چیز خاصی نداره، فقط یکم طولانی شده به خاطر اینکه خب شرایط مختلف رو در نظر میگیره و بهتون نشون میدیم که چطور از این ماژول استفاده کردیم. ممنون از توجهی که داشتین، خدا نگهدارتون باشه.